خب به بخش در واقع سوم فصل اول میرسیم، در واقع 1-3 ماتماتیکا کوئرکس یا رفتارهای ماتماتیکا. اول نکته ای که در مورد ماتماتیکا بایستی بدونیم در مورد رفتار ماتماتیکا اینه که ماتماتیکا نسبت به حروف بزرگ و کوچیک حساسه و از اون مهمتر اینه که توابع خودساخته ماتماتیکا، ثابت های تعریف شده ماتماتیکا و تمام دستورات خود ماتماتیکا به صورت اسم خاص بوده، لذا با حرف بزرگ شروع میشن. حتی بعض دستورات در ماتماتیکا مثل find root و شما این پایین ملاحظه میکنید، کافی رو این کلیک بکنم، که از دو قسمت تشکیل شده، هر قسمت اون مثل find و root با حرف بزرگ شروع میشه. لذا اکیداً توصیه میشه که اگر شما قرار تابعی، متغیری یا عبارتی را تعریف کنید، سعی بکنید اون رو با استفاده از حروف کوچیک شروع بکنید. مثلا میتونید از اول اسم حرف خودتون برای تعریف شروع بکنید و بعد یه اسم معنیداری بگم. دومین قانونی که میتونیم در مورد ماتماتیکا بگیم، ماتماتیکا برخلاف اون چیزی که ما عادت کردیم، برای توابع به جای پرانتز از کروشه استفاده میکنه، مثل سینوس. خب سینوس رو قطعا باید بزرگ بنویسید، مثلا پی آی تقسیم بر 2. سینوس پی دوم رو اگه بخواید حساب بکنید، نمیتونید از پرانتز استفاده بکنید، حتما بایستی از براکت استفاده بکنید. و اگر شما به جای این، من شیفت و انتر میزنم، ملاحظه میکنید یک، ولی اگه به جای براکت از پرانتز پی آی مخفف پی تقسیم بر 2 بخواید استفاده بکنید، اینو مثل یک عبارت میبینه. خروجی شما میشه این پی که پی بوده به این شکل، سینوس رو یه عبارت تقسیم برده، یعنی هیچ چیزی به شما عملا نمیده. از پرانتزها در ماتماتیکا مثل عبارات معمول ریاضی برای ترتیب و تأخر عملیات میتونید و گروه بندی اونا استفاده بکنید. مثلا شما میخواید 2 به علاوه 3 رو اول جمع کنید بعد در 4 ضرب بشه، میتونید تایپ کنید 2 به علاوه 3، حتما باید پرانتز بذارید، بعد ضرب در 4. یا مثلا 2 منهای 10 ضرب در مثلا 30 منهای 2، اول داخل پرانتز انجام میشه و بعد نتیجه نهایی ضرب میشه. نمیتونید تایپ کنید 2 به علاوه 3 و بعدش این رو در 4 ضرب کنید. ملاحظه میکنید که این غلطه و ماتماتیکا به این شکل به شما این پیغام غلط رو چیکار میکنه؟ میده. و در ماتماتیکا یکی از مفاهیم مهم در ماتماتیکا لیست ها هستن که در فصل سوم ما به اونا میپردازیم. لیست ها از در واقع علامت مجموعه آرکولات باز و بسته استفاده میکنن برای ساختن لیست ها. فصل سوم در مورد لیست ها صحبت خواهیم کرد. مطلب بعدی همونجور که گفتیم، ما شما اگه دقت کرد باشید تایپ کردن پی آی و برای ای پایه لوگاریتم طبیعی از حرف بزرگ ای استفاده میکنم، که شما البته میتونید این رو برید از منوی در واقع بیسیک مت اینپوت هم بیارید، از پلر بیسیک در واقع بیسیک مت اینپوت میتونستید این رو از این منو هم چیکار بکنید. این مثلا پی هستش و میتونید ای را هم به همین شکل از این منو پیدا بکنید و تایپ بکنید، این ای هست، این پی هست. یعنی اگه من اینجا کلیک بکنم به این شکل پی، یا آی به این شکل بی نهایت و درجه. ولی میتونیم کاربرانی که با ماتماتیکا کار میکنن ترجیح میدن تایپ بکنن تا اینکه برن از منوها، یه بار منو رو باید انتخاب کنید بعد برید پیدا بکنید بعد کلیک بکنید. به هر حال آخرین نکته که اینجا میخواییم در مورد رفتار ماتماتیکا بگیم، ماتماتیکا چند جمله ها را به ترتیب صعودی مرتب میکنه. یعنی شما وقتی که تایپ میکنید
مثلا x به توان 2 به علاوه فرض کنید 2x منهای 3، این رو اگه شیفت اینتر کنید از این ور شد اول منهای 3 بعد 2x و بعدش x2. اگر بخواید این فرم معمول یا همون سنتی داشته باشه برای چند جمله ها و غیره، دستوری داریم به اسم دستور در واقع traditional form، traditional form، که اینجا میتونید این عبارت رو، حالا من مثلا این رو بیام اینجوری اول 3x رو بنویسم، منهای x به توان 2 و بعدش مثلا به علاوه 3. اگه اینو شیفت اینتر بزنیم همونجور که ملاحظه کردید به صورت فرم سنتی که شما با اون آشنایی دارید منهای x2 و 3x به علاوه 3 نوشته شد. مثال 5 کتاب رو اجرا میکنیم در صفحه 5 که میخواد 3 تا چند جمله رو با هم دیگه اول به این شکلی که هست جمع میکنه، x به توان 2 به علاوه 3 به علاوه 2x به علاوه 5 به علاوه x به توان 3 به علاوه 2. شیفت و اینتر اگه بزنید به ترتیب صعودی بود. شما میتونید این تابع در واقع رو من کپی میکنم، حالا میام اینجا traditional form رو میزنم و تابع رو گفتیم از پرانتز استفاده نمی کنیم از براکت. به این شکل شما فرم سنتی رو برای این میتونید به دست بیارید. اینجا پایان بخش 1 است.